بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین اللهم عجل لولی الفرج. خدمت امام مهربانی ها امام نازنین امام رعوف امام قلب ها حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه سلات سلام می سلام میکنیم و سلام ویژه خدمت یکایک شما نازنینان مهربانان کسانی که آمدن در این برنامه بیشتر با معارف امام رضا علیه سلات و و شخصیت حضرت آشنا بشن. فردا 23 زلقعده روز زیارتی مخصوص امام رضا علیه مباد و مبادا فراموش بکنم با گوش شنیدم با چشم دیدم و یادم بمانه در قلبم در دیدم و در مغزم ای بمانه که فردا زیارتی مخصوص امام رضا علیه سلام از دستم نره جوان نازنین برادر من و خواهر من بهترین موقعیت اگر زندگی میخوایی زندگی ای دنیا رو میخوایی امام رضا اگر زندگی آخرت رو میخوایی روز 23 زلقعده روز زیارتی مخصوص هست برادران خواهران اگر زندگی ای دنیا رو میخواییم و او دنیا رو امام رضا علیه السلام اگر اولاد نداری امام رضا زندگی خوب نداری امام رضا خدای نخواسته در زندگیت مشکلات پیش آمده امام رضا علیه السلام انقدر باید امام رضا قدر بدانیم که بتوانیم از امام رضا علیه السلام حاجت دنیایی خود ما را و اخروی و آخرت خود ما را بگیریم حیفه از دست ما برود فردا قدر میدونیم میدونم قدر میدونیم یقینا همین گونه است از دست نمیره. شیخ بها یک عالم بسیار بزرگ شیعه است ببینید ایشان نه تنها نه تنها تخصص در علوم دینی داشت و مرجع زمان خودش بود که در علوم دیگر هم متخصص بود جوان یک قوس باز میکنم برد به خاطر چی؟ چون از زندگی امام رضا علیه السلام داریم درس میگیریم از زندگی علما و بزرگان هم درس بگیریم قوس باز کن دوباره بر به موضوع خود ما چه مطلبی میخوای بگی؟ میخوام خدمتت این عرض بکنم که قدر بدانیم او زمانها امکانات نبود نه لپتاپ بود نه ماهواره بود نه کمپیوتر بود ایچی نبود نه موبایل بود نه کتابهای چاپی امروز بود نبود واقعا اما همت بود همت بود قرآن فرمود لیسه للانسان الا ما سعا انسان فقط با تلاش میرسه تلاش داشت نه تنها در علوم دینی متخصص و فن بود بلکه در علوم دیگر هم متخصص بود قوس ببندم جوان قدر خودت بدان با استعدادایی که خدا در مغز تو در وجود تو در قلب تو نهفته این جوان این استعداد قدر بدان ایشان متخصص در کار بود علا برای که متخصص در علوم دینی بود معمار هم بود ذهن معماری داشت ذهن حسابگر دقیق همه چیز رو محاسبه می کرد تمام طراحی حرم و متحر علی بن مسرزا علیه السلام در وقت خودش طراح بود شروع کرد به طراحی حرم متحر علی بن موسی رضا علیه السلام با همکارایی که با هم داشتن زیر نظر شیخ بها کار میکردند ادامه دادن رفتن جلو رفتن جلو رفتن جلو تا یک سفر ضروری برای شیخ بها پیش آمد ایشان فرمود به معمارهایی که زیر دست ایشان کار میکردن فرمود من این سفر میرم اما مبادا کار روی زمین بمانه مبادا کار پیش نبرن. باید حرم امام رضا علیه السلام با دستوراتی که به شما دادم پیش بره دستورات دقیق و علمی پیش بره ما حتی اگر سفرم بودم باید این حرم امام رضا علیه السلام پیش بره و, و کار پیش بره و جور و کل طراحی حرم دستورات داد رفت سفر بعد از اینکه در سفر قرار گرفت ایشان سفرش طولانی تر شد و قضیه تال خورد حالا به هر دلیلی کاری نداریم مطلبش بر ما مهمه سفرشون تال خورد بعد وقتی که این گونه شد اما یک توصیه داشت توصیهش دقت بکنید قبل از اینکه بره سفر یک توصیه داشت سفرش تال خورد اما توصیه خیلی مهمه چی بود توصیهشان ایشان؟ گفت فلانی معمار آقا من میرم به سفر اما تمام حرم کار بکنم فقط سردر حرمه شور ندن دست نزنن او را خودم تخصصا کار دارم کار ویژه دارم با سردر حرم امام رضا علیه السلام. و سلام سردری که منتهی می شد به ذریح متحر علی بن موسی رضا علیه السلام. و سلام این دست نزنن باشه ما با این کار دارم یادتان باشه گوشتان بگیرن کل حرم را جور کنن اما سردر به حال خودش بگذارن خودم شخصا میایم این کار به عهده میگیرم سفر تال خورد بعد کسی که متولی حرم متحر علی بن موسی علیه السلام در زمان وقت خودش بود دستور داد به این افراد که حرم را کامل کنید سردرم کامل بکنید گفتن جناب ما به شیخ بها قول دادیم ایشان متخصص کاره به قول معروف کار دست ایشان چروکات کار دست ایشان هست ایشان فرموده که کار پیش ببرین اما سردر بگذاریم به عهده خودم گفت خیر کار باید پش بره سردرم جور شوه هرچه اصرار کردند اینها قبول نکردند از آخر آمد گفت که این دستور امام رضا علیه السلام هست امام رضا علیه السلام فهم بوده که سردر باید جور شوه خیلی جالبه خیلی جالبه سردر جور شد همه رفت آمد های مردم به حرم متحر علی بن مسرزا علیه السلام شروع شد همه فوج فوج گروه گروه می آمدن وارد حرم متحر می شدند و بر می گرشتند. حالا نوبت شیخ بهاز از سفر برگشت نگاه کرد خدایا حرم جور شده سردرم جور شده بسیار ناراحت شد رفت سراغ معمار مگه نگفتم ای کارا نکنیم مگر نگفته بودم سردر دست نزنین این خودش با مست این تخصص مست مگه نگفته بودم تال خورد اشکال نداره من برمیگردم ایره من جرم میکنم گفتن تقصیر ما نیست مسئول وقت متولی حرم به ما دستور دادی کار بکنه همه با هم رفتن پیش متولی حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام در زمان خودش شیخ بها فرمود که چه کار کردی این شخص گفت دستور امام رضا علیه السلام چند شب حضرت رو در خواب دیدم فرمود ای کتیبه که قرار شیخ بها بر سردر حرم ما بزنه چون رسم بود زمان دقت بکنین رسم بود زمان کتیبه شعر در مورد امام مینوشتن در مورد امامزادگان شعر مینوشتن حدیث مینوشتن اینا همه رسم بود در او زمان شیخ بها هم قصش همی بود یک شعرهای خودش بنویسه به عنوان کتیبه نصب بکنه بر سردر ورودی زریح متحر علی ابن موسی رضا علیه السلام این شخص گفت که امام رضا به من دستور داد دستور دادی کار بکنم به خاطر همین دستور ما آمدم به امام رضا علیه السلام که واجب الاطاعه هست لبیک گفتم وای 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 نکته اصلش اینجاست امام رضا فرمود به حرم ما هر قشری باید وارد بشه میدونیم چرا؟ چون شیخ بها در کتیبه بعد گفت این مطلبه که ما کتیبه رو به عنوان یک تلسم درست کردم که این تلسم این شعری که ما گفتم و کتیبه رو در نوشته میشه و نصب میشه بگونه خواهد بود که کسی که حال و زیارت امام رضا علیه السلام نداره یا بهتر ساده تر بگیم گناهکار است وارد حریم ملک پاسبان امام رضا علیه السلام نشود امام رضا فرمود من خوشم نمیه وای 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 فرمود وارد این وادی هر کسی میتواند بشود گناهکار باشد سائل باشد فقیر باشد غنی باشد هر کسی باشد وارد خواهد شد به خاطر همین دستور داد که این کتیبه نصب نشود قربانت بشم یا علی بن موسی رضا روز زیارتی مخصوص شماست میشود به این دل مرده من و امثال منی که احساس میکنن گناهکار هستند یک عنایتی بکنید یک توجهی بکنی چقدر زیبا فرمود تا گوهر اشکم سر بازار نیاید کالای مرا هیچ خریدار نیاید خارم منو در سینه من عشق شکفته است تا خلق نگوین گل از خار نیاید ای حجت هشتم که خدا خوانده رضایت مده تو جز از خالق دادار نیاید نومیدی و درگاه تو بی سابقه باشد هر کار ز تو آید و این کار نیاید دیدم دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت جایی ننوشته است گنهکار نیاید جایی ننوشته است گناهکار نیاید علی بن موسی یا علی بن موسی فردا روز زیارتی مخصوص شماست از هر جای دنیا هم باشم این دل روانه حرم شما می کنم می شود انایتی توجهی به کشور مظلوم ما افغانستان داشته باشی قطعا داری یا علی بن موسی دست ما و دامان با کرامت شما الحمدلله روزی بیست و دوم زلقعده ما شد روزی ورود به بیست وسوم زلقعده روز زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلام قدر بدانیم مقدمه خوبی شد برای که فردا انشاالله با تمام وجود با تمام دل با تمام محبت به زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلام مشرف بشیم امام عنایت میکنه انشاالله از این برنامه همه استفاده کافی را برده باشیم و بتونیم دل ما را و قلب ما و روح ما را به مامروزه علیه السلام گره بزنیم خدا را شکر روزی ما شد این برنامه و با همه با هم از این خاندان با کرامت به بیجه مامروزه علیه السلام آموختیم انشالله که توفیق باشه بازم خدمت شما عزیزان برسم تا برنامه بعد همه شما نازنینان را به خداوند سبحان می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته